درود بر بینندگان گرامی برنامه زرتشت، آرتمیس علی‌آبادی هستم و این برنامه را از سوی جنبش نوزایی ایرانی یا رنسانس ایرانی برای شما آماده کردیم. در سلسله برنامه هایی که جنبش نوزایی ایرانی یا رنسانس ایرانی تا اکنون آماده کرده و ارائه داده، ما همواره به هر آن چیزی پرداختیم که در حوزه جغرافیایی و حوزه فرهنگ و تمدن ایران می گنجیده و به مسائل تاریخی و به اصطلاح فرهنگی ایران بزرگ پرداخته شده. امروز پیش از این که برنامه رو آغاز بکنیم، نخست به خاطر اینکه چهارم و پنجم مرداد سالگرد درگذشت رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه آریامهر هست، یک یادی از این دو بزرگ تاریخ ساز یا ایران ساز در واقع بکنیم. شاهان بسیار بسیار میهن دوستی که قدم‌های بسیار بلندی برداشتن در جهت سازندگی ایران و علاوه بر اینکه کشور ایران رو جمع‌آوری کردن، جمع جور کردن، از ممالک محروسه ایران در دوران قاجار در واقع تبدیل کردن به یک ایران با هویت مستقل و یک ایران جدید و یک پارچه، یکی از بزرگترین کاراشون بود. ولی علاوه بر تمام کارهای بزرگ و سازندگی هایی که رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه آریامهر انجام دادن، یکی از بهترین کارها و مهمترین کارهاشون این بود که مفهوم اقلیت رو در ایران از بین بردن، مفهومی که 1400 سال پس از اسلام به صورت اقلیت غیر مسلمان و اکثریت مسلمان در ایران وجود داشت، یا از قوم‌های گوناگون و حتی گویش‌های گوناگون در قسمت‌های گوناگون ایران افرادی که زندگی می‌کردند رو همه رو یک پارچه به عنوان شهروندان مساوی در برابر قانون به حساب آوردند و مفهومی تحت عنوان قوم‌گرایی یا هویت قومی رو برای همیشه کنار گذاشتند و گفتند که ایران یک ملت، یک پرچم و یک پارچه است، یک ملتیم با یک هویت ایرانی مشترک. همونطوری که احتمالاً بسیاری از هم‌میهنان و بینندگان این برنامه احتمالاً یا شنیدن یا در اون دوران زندگی کردن و تجربهش رو داشتن، می‌دیدیم که مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان و بقیه اقلیت‌های دینی، یعنی نمی‌تونیم بگیم اقلیت‌های دینی، گرایش‌ها یا باورهای دینی گوناگونی که هم میهنانمون داشتند، همه می‌تونستن وارد مشاغل گوناگون بشن، از به اصطلاح لشکری و کشوری و به مدارج بالا برسن و پست‌های بسیار مهم و حساسی رو هم داشته باشند. و این نبود به غیر از اینکه ما مفهومی تحت عنوان اقلیت دینی قومی و هیچ گونه اقلیت نداشتیم، شهروند درجه یک و دو نداشتیم، یک ملت یک پارچه، همه با هم برابر و همه در کنار هم با همدلی با باورهای گوناگون میتونستن زندگی کنن، با آیین و رسومی که ممکن بود در هر گوشه ایران وجود داشته باشه یا در با لباسهای گوناگون، با گویشهای حتی گوناگون، که همه این ها زیبایی های یک کشور بزرگ و پهناور با فرهنگ غنی چند هزار ساله رو با توانایی های بسیار و پربار فرهنگیشون به نمایش میگذاشت. و متاسفانه ما در چهار دهه اخیر آنچه که دیدیم، سخن از اقلیت‌های قومی و دینی در دوران پس از انقلاب رو متاسفانه خود حکومت باب کرد و تلاش در از بین بردن یک پارچگی ملی و ایجاد تفرقه در بین مردم ایران از گوشه گوشه ایران کردند. برای چی؟ برای اینکه سیاست تفرقه بنداز و حکومت کن سیاستی است که در چهار دهه اخیر حکومت جمهوری اسلامی در ایران دنبال کرده و متاسفانه به خیلی از اهداف تجزیه طلبانه هم از بدنه نظام عده‌ای که در اونجا هستن و هم از خارج دامن زده. امروز مهمان گرامی برنامه من جناب آقای دکتر شهرستانی از سیدنی استرالیا هستند که در برنامه‌های گوناگون با من بودند. آقای دکتر شهرستانی برنامه‌های مستقل خودشون رو هم دارن. درودی دارم خدمت شما جناب آقای دکتر شهرستانی و خوش آمدید به برنامه.
به نام نامی سرزمین اهورایمان ایران و به نام آزادی. به راستی که در دنیا هیچ چیز سپندینه تر از نام مقدس سرزمینمون نیست و هیچ گوهری هم گرانبهاتر از آزادی نیست. درود به شما بانو آرتمیس گرامی و همچنین بینندگان بسیار ارجمندتون. پروانه بدید که من هم به سهم خودم فقدان پادشاه بزرگ ایران زمین رو، کسی که ایرانبان واقعی اون سرزمین بود و کسی که دوستدار اون سرزمین بود رو، به همه هممیهنانم در واقع آرامش باد گفته باشم. امروز به ویژه روزی بسیار دردناک باید برای همه ایرانیان و به ویژه خود من باشه، به دلیل اینکه من دو پدر رو امروز از دست میدم. هم پدر خودم رو از دست میدم در پنجم مرداد ماه و هم پدر معنوی رو از دست میدم. و روی برای روان همه درگذشتگان در چنین روزی و در تمام روزهای سال آرامش باد از درگاه ایزد منان میخوام و خیلی سپاسگزارم که امروز من رو به برنامه‌تون دعوت. سپاسگزارم جناب دکتر شهرستانی. به راستی که درست فرمودید، ما در واقع مفهوم پادشاهی در ایران مفهوم معنوی و پدر ملت رو در درازای تاریخ ایران داشته و پادشاه هرگز نه شخص ستمگری در ایران پیش از اسلام بود و نه هرگز کسی بود که از ملتش جدا باشه. تمام مسئولیت یک ملت بر شانه های شاهان ایرانی سنگینی کرد در هزاره ها و همواره نه تنها برای این ملت و این آب و خاک، بلکه برای جهانیان سمبولی بودیم از گسترش دادگری، گسترش آبادانی، شادی و آبادسازی زندگی و همچنین اینکه ما برای همه ملت ها، چون هایی که در زیر گستره بزرگ تمدن ایران بودن، چون هایی که در زیر گستره سیاسی ایران در مقاطع مختلف قرار می گرفتن، همواره آرامش و خوشبختی و امنیت فراهم می کردیم. و خب خوشبختانه ایران پس از 1400 سال یک دوران رویایی، من همیشه اینو به نام دوران رویایی میگم، دورانی که واقعا رویاهای پیش از اسلام ایرانیان دوباره در اونها زنده شد، در دوران شاهان ایرانساز پهلوی، و این کشور از روی خاک و خاکستر برخاست توسط این دو ابرمرد بزرگ تاریخ ایران و این کشور رو به سوی دنیای مدرن، به سوی تحصیلات، به سوی زندگی مرفه، به سوی پیشرفت و خوشبختی ملی رهنمون شدند و ما همواره باید به عنوان یک ملت قدرشناس و سپاسگزار قهرمانان ملیمون باشیم، شخصیت‌هایی که در درازای تاریخ ما هر کدومشون روشنبخش و در واقع سپندهایی بودند که آمدند و میشه گفتش که ایران و حتی جهان رو به آبادانیش کمک کردند. خب جناب شهرستانی، امروز برای عده‌ای از همیهنانمون که کمتر ممکنه که با آیین زرتشت، باورهای زرتشتی آشنایی داشته باشن، به خصوص بچه‌های درون ایران که متأسفانه منابع درستی، رفرنس‌هایی در دستشون نیست و محدودیت‌ها و فیلترهای بسیاری دارن برای دسترسی به اطلاعات آزاد و به خصوص درباره باورهای ایرانی و نگاه ایرانی به زرتشتی خودمون، دلم میخواد به خاطر پرسش‌هایی که میشه شما از آغاز زندگی زرتشت، این که زرتشت که بود، در کجا به دنیا آمد، در چه محیطی بالید و اصلا چه هویتی داشت، که بود، آغاز کنین تا یک کمی بیشتر وارد جستار زرتشت شناسی بشین. بله، یکی از نخستین ویژگی زرتشت رو میتونم به این شکل ازش یاد بکنم که زرتشت تنها کسی بود که انسانها رو در گزینش راه آزاد گذاشت و در آیین او از زور، فشار و تهدید خبری نیست. در گاتها هیچ باخ شما نمیبینید که کوچکترین اشارهی به هیچ گونه اندیشه زورمدارانه داشته باشه. از جنگ پیروی نمیکرد، از خونریزی پیروی نمیکرد،
و راه و روش صلح و دوستی و عشق و محبت رو در مسیر زندگیش قرار داده بود و این راه رو پیش می‌رفت. زرتشت یکی از بزرگترین شخصیت‌هایی است که در تحول فکری و تمدن بشر نقش بسیار پیشگامی داشته و در شمار کسانی میشه از اون نام برد که افکار خودش و در واقع در افکار خودش به حقایق رویدادهای طبیعی پی برد و توانست اونها رو به گونه‌ای به بشر بیاموزه که بتونه بسیار سودمند باشه. ما ایرانیان برامون به راستی مایه افتخار و مباهاته که از درون سخنان زرتشت میتونیم رسایی در واقع اون ژرف‌اندیشی او رو به راحتی از گفتارش ترسیم کنیم، یعنی به زبانی گفته شده که ما به راحتی میتونیم این رو ترسیم بکنیم، و اینکه نیازی به این که بخوایم افسانه سازی بکنیم و از او در واقع در میان افسانه ها شخصیتی رو به وجود بیاریم نداریم. یا اگر بخوایم بگیم به گفته بارتولومه که اشاره میکنه که زرتشت نه تنها در ادبیات و تاریخ ایران نامش موجوده و به خوبی از او یاد میشه، بلکه در آثار آسوری، ارمنی، عربی، چینی، یونانی، یعنی در واقع در آثاری که لاتین هم هست، در ایسلندی از سخن او گفته شده. این نشون میده که این شخصیتی ارزشمند برای تمام جهان بوده و هست، و امروز نیز میبینیم که بسیاری از کسانی که در جهان به دنبال حقیقت میگردن از هر جایی که شروع بکنن در نهایت به سخن زرتشت میرسن و میبینن هیچ چیزی گفته نشده مگر اینکه زرتشت در زمان خودش به اون اشاره کرده. به هر شکل اینکه فرمودید که زندگی نامه اشعث زرتشت رو ازش بخوایم نام ببریم، میتونیم به این شکل به فرزندانمون بگیم که اما بیش میدونن، ولی از به دنیا اومدن ایشون بخوایم یاد بکنیم و بگیم که اون زمان که به دنیا اومد نامش چه بود. نام این بزرگوار سپندمان بود. زرتشت یک لقب بود، مثلا فرض بفهمید که پادشاه که یک لقبه، مثل پیامبر که یک لقبه، زرتشت هم یک لقب بود به معنای دانش و دانشمند و خردمند. به هر روی پدر ایشون پوروشسب، میدونید که در گذشته از نام اسب بسیار در پسوند نام ها استفاده می شد و این سب باید در واقع از همون جا ریشه گرفته باشه و از مادری به نام دغدو به دنیا میاد، زاده میشه در یک روستایی که فرسنگ ها دورتر بوده و نام اون روستا از قضا سپندمان بوده و از اونجا کوچ میکنه و در واقع به مناطق دیگه ای میره. خب سخنان زیادی در مورد زرتشت گفته شده که برخی از اونها با اوهام و با خرافات، ولی اون چه که بسیار مهمه اینه که این آموزگار بشریت اون چه رو که خواسته به نسل پس از خودش میراث بگذاره خردورزی بوده و خرد بوده، دانش بوده. بنابراین هر کسی اگر بخواد در مورد زرتشت پژوهشی بکنه یا در واقع در مورد زرتشت بخواد آگاهی به دست بیاره، باید از خرافات دوری بکنه و خرافات رو بزداید اونچه که در مورد زرتشت گفته شده. این دین گسترش زیادی داشته در جهان اون روز. ما هواخواهان این دین بهی رو میتونیم در یشتها، در یشت 13 ببینیم. اونجا اشاره میکنه که گشتاسه به عنوان حامی کیش زرتشت در واقع شناخته میشه و آیین مزدایی در میان اونها، در میان ایرانی ها پس از اینکه استوار میشه گسترش پیدا میکنه به سر تا سر جهان
و در یسنا ما میبینیم، به نظرم میاد که اگر بند 46 یسنا باشه، اشاره میکنه به این که به یکی از روستاهای تورانی و نام میبره از شخصی به نام فریانه و خاندانش که او رو در واقع میستایه، که این نشون میده در مرزهای خارج از ایران هم اون زمان این آیین گسترش پیدا کرده بوده. نام کتاب زرتشت رو ابستا میگن و سخنان زرتشت در اون کتاب گاتا نام داره که سخنان خود زرتشت هست، به دلیل اینکه ابستا در طول تاریخ گوناگون نوشته شده و مسائلی بهش اضافه شده، بیشتر جنبه تاریخی داره، اما سخنان خود زرتشت به عنوان گاتها بخشی از ابستا رو تشکیل میده که اگر بخوان فرزندان ما بیشتر با سخنان ایشون آشنا بشن، بهتری که در گاتها پژوهش داشته باشن. و نام پروردگار یکتا در دین، در آیین زرتشت و کیش زرتشت، اهورامزداست که اهورا در اصل هندو ایرانی در واقع پیش از اش زرتشت به معنی سرور بوده و کلمه مزدا معنی دانای کل رو میده، که این دو عبارت کاملا ایرانی هم هست. آیین زرتشت بر سه پایه اصلی گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک استوار شده و بنیادها و پایه های کیش زرتشت بر شش اصل در واقع، که برخی از اونها موادی رو هم در درون خودشون دارن، بندهایی رو هم در درون خودشون دارن، بنا شده که اگر بخوایم از اونها نام ببریم میتونیم بگیم که نخستینش این باشه که همه گیتی دارای یک آفریننده به نام اهورمزداست، و دومینش این باشد که اهورمزدا شش فروزه اصلی، متشکل از شش فروزه اصلی است که امشاسمندان یا جاودانان مقدس شده رو در کنار خودش قرار میده، و بسیاری شهریاری و شکست ناپذیری رو به عنوان یک نیکویی در کنار خودش داره. چهارمینش فکر میکنم که سپند آرمیتی یا سپند آرمز، فضاینده رامش رو در درونش داره. اگر پنجمی رو به نظرم میرسه که باید فرهمندی و پابندگی باشه، و ششمین اصلش که در واقع همین امرداد هست که ما الان در ماه اون هستیم، به معنای بیمرگی و جاودانگی. اصل سوم از اصل سوم از این عبارت اشاره شده اینه که در جهان هستی طبیعت نیروهای به اصطلاح هستی در اون فراوانی وجود داره و که ایزدان به این اصل خوانده میشه. این نیروها برخواسته از چهار آخشیج، آب و خاک و باد و آتش هست، و نیز ستارگان و سیارات هم در واقع در کنار این گرامی شمرده میشه. بفرمایید مطلبتون رو که من بعد به مابقی اون بتونم اشاره بکنم. بعضی از، یعنی من برخی از کارشناسان میبینم که میگن که شاید زرتشت حدود 8000 سال پیش زندگی میکرده، ولی من خواستم اینجا این نکته رو خدمت بینندگان بگم که بر اساس آن چیزی که از روی زبان شناسی گاتها ما میتونیم تشخیص بدیم، زبانی که به اصطلاح ما امروز به عنوان زبان ارسطایی میشناسیم، زبانی که در دوران حدود 3000 تا 4000 سال پیش در ایران باهاش گفتگو میشده و نوشته هم میشده، زبانی بوده با ریشه مشترک با سانسکریت، بسیار شبیه با سانسکریت، و واژه هایی که در گاتا شما میخوانید در خط ابستایی، در واقع زبان ابستایی که به
فارسی امروزی ترجمه نشده باشه، واژه هایی است که دقیقا مربوط میشه به بین 3 تا 4 هزار سال پیش در ایران. از این روی این زرتشت سپیدمان یا اسپندمان که امروز ما به عنوان زرتشت فیلسوف بزرگی که در واقع سراینده گات ها بوده، که البته گات ها بسیار بزرگتر از این چیزی بوده که امروز به دست ما رسیده، ولی ما چیزی حدود 17 سروده باقی مانده و به امروز به دست ما رسیده، در واقع همونی است که زرتشتیان هم باور دارند و اعتقاد دارند که زرتشت چیزی حدود 3700 اندی سال پیش زندگی میکرد. درباره محل زایش یا زاده شدن زرتشت هم تفسیرها و گویش‌های گوناگون هست، از نورت وست به شمال غرب ایران تا شمال شرق ایران رو هم حتی برخی گفتن. اما آنچه که مهمه اینه که زرتشت در محوطه‌ای زندگی می‌کرده که ایران و یجع یا ایران و ویچ یا همون چیزی که سرزمین بزرگ ایران با همون نام اصلی ایران که ما بنچاقش رو در خود اوستا، در واقع در خود گات‌ها داریم، نام ایران رو به کار برده، در این ناحیه جغرافیایی بزرگ زندگی می‌کرده، جایی که مردم آریایی تبار و در کشوری به نام ایران زندگی می‌کردند به دنیا میاد. و این که حالا در چه قسمتی به دنیا آمده، در چه قسمتی رفته و در دربار وارد میشه و شروع میکنه به در واقع معرفی کردن اون چیزی که به نظرش اندیشه های فلسفی بسیار عمیقی هم بوده و ما هم امروز این گونه که ما امروز داریم و میخونیم و متوجه میشیم، میبینیم که الهام بخش بسیاری از فلاسفه غرب و شرق هم بوده. اما این نکته مهمه، ما باید این رو بدونیم، بدون شک زرتشت یکی از بزرگترین قهرمانان ملی ما و یکی از بزرگترین انسانهای تاریخ ساز جهانه و تأثیر شگرف زرتشت و اندیشه های زرتشتی که ما باید بهشون توجه کنیم. اینکه زرتشت در کدام محله، در کدام شهر به دنیا آمد، در کجا چه کار کرد، در کجا فوت شد، اهمیت تاریخی داره، اما آن چیزی که برای من و شمای ایرانی در امروز وجود داره و اهمیت داره که ما باید الگوی زندگیمون بر اون قرار بگیره، باورها و نگاه ایرانی است که زرتشت به صورت کاملا فلسفی و دستبندی شده و خیلی زیبا و آهنگین اونها رو با ما و با همه مردم در واقع جهان در میون میگذاره و اون شیوه نگاه ایرانی، اون هویت ایرانی، اون فرهنگ ایرانی، اون ارزش‌ها و ضد ارزش‌های ایرانی، اون شیوه زندگی و رفتار و گفتار ایرانی است که ما بایستی از زرتشت بیاموزیم و الگوی زندگی امروز عنصر ایرانی بکنیم. این که ما درباره زرتشت همیشه گفتگو میکنیم، علت این نیست که ما میخوایم حتما کسی بیاد بره زرتشتی بشه یا نشه. این ارزشی نداره که شما برید یک کشتی ببندید و یک فروهر بندازید و از فردا خودتون رو یک زرتشتی بنامید، بدون اون که شیوه عمل شما، یعنی شیوه کردار و رفتار و گفتار شما، آن گونه باشه که زرتشت بر اساس اونها زندگی میکرده و میاندیشیده. و این از این نظر اهمیت داره، نه به خاطر اینکه زرتشت حالا چه شخصیت مهمی هست ما باید ازش الگو برداری کنیم، به خاطری که زرتشت تا مغز استخوان آن چیزی بوده که ما به اون ایرانی میگیم. و اگه ما میخوایم ایرانی باشیم، خیلی خیلی زیباتر و بهتر هست که بیایم از یک الگوی 100% ایرانی بهره بگیریم، کسی که اندیشه هاش ایرانیه، نگاهش، جهان بینیش به دنیا و به پیرامون خودش ایرانیه، شیوه زندگیش، رواداری و مدارایی که نشون میده، حتی اون شیوهی که زرتشت به عنوان گیاهخواری در زندگیش انجام میداده، از تمام از اون اندیشه صلح‌آمیز و انسانی و آرامبخشی بوده که ایرانیان با اون زندگی می‌کردن و سعی می‌کردن با همه محیط و طبیعت و زیستبوم و انسان‌ها و هر اون چه که در پیرامونشونه روادارانه زندگی کنن و اون حق زندگی و باشندگی رو برای سایرین هم قائل باشن. از این روز که ما میگیم اهمیت داره ما نگاهمون نگاهی باشه که زرتشت به زندگی داشته و شیوه زندگیمون شیوهی باشه که زرتشت نسبت به زندگی نشون می‌ده
برای اینکه اینها ایرانی هستند. خواهش میکنم آقای دکتر بفرمایید. ما میتونیم اگر اجازه بدید میتونیم بریم یک میان برنامه ببینیم، بازگردیم ادامه جستار رو داشته باشیم. باشه.